اجا خانم، میخوام یکم راه برم. باش. به موقع رسیدی؟ آفرین. باش. آماده باش فضیلت خانم، دارم برات سرگرمیای جدید درست میکنم. سرخط این خبر میتونه این باشه: مادر زن کاظم اگمن در خرابه. به نظرم خیلی قشنگ. وای اجه خانم، شما کجا اینجا کجا؟ میخواستم بهت سر بزنم، یه عالمه اتفاق افتاد، نشد سر بزنم. آره میدونم، شوهرت دامادشو دزدید، اسلحه گذاشت رو سرش. آره خب راست میگی، حق داری، شرایط سختی. متوجه شدم، بازم نمیشه باهات حرف زد، ممنون. خدا رو شکر کن که یه قطره خون از دماغش نیومد. حواست به شوهرت باشه اجه. تو این مورد من اصلا شوخی ندارم، تو بهتر از هر کسی منو میشناسی. شاید ما اونقدر آدم نداریم بفرستیم کسی رو برامون بیارن، اما خدا رو شکر اونقدر دل داریم که کسی نتونه ما رو با پول بخره. اوس، من اون شب هر کاری از دستم برمیومد براش کردم، با وجود تنفری که ازش دارم. بس کن تو رو خدا اجه، یادت رفته با پسر چی کار کردی؟ حداقل یکم خجالت بکش. اون که باید خجالت بکشه من نیستم، اون دوست عزیزت باید خجالت بکشه، به خاطر بدیایی که کرد باید خجالت بکشه. من با وجود همه اتفاقا وقتی بیمارستان بود بدو بدو رفتم ببینمش. اون وقت اون باید به خاطر اینکه اون دختر رو میبوسید خجالت بکشه. چی میگی دختر؟ کی کیو بوسیده؟ من دیدمشون اوز، با چشمای خودم دیدم. یاسین به من خیانت کرد. اون با اون زن عزیزش به من خیانت کرد. بازم دارم میگم، اگه قرار باشه سینان باشه من نمیتونم کار کنم. من دیگه نمیتونم تحمل کنم، نمیتونم خودخواهی و بیفکریاشو تحمل کنم. واقعا دارم از دستش اذیت میشم. عشق اینه ما، من و اون، با وجودی که نباید. چرا وایستادی اینجا که خونه ای نیست؟ وقتی اون سوالا از تو میپرسیدم، میدونی از خودم چه چیزایی میپرسیدم؟ چیزی شده؟ یاووز، یاووز، دارم میگم چیزی شده؟ میدونی هر بار که شما رو با هم دیدم چند بار به خودم گفتم اون برادر توه؟ تو نترس نرسون، برادرم اذیت میشه. میخوای من رانندگی کنم ها؟ ها نه بابا، من یه لحظه راهو یادم رفت. از همینجاست درسته. من
قشنگه، فقط یکم بیروحه. تو چیزی میخوای به هم بگی؟ مطمئنی؟ برو تو. تو نمیای؟ یکم دیگه منم میام. تو برو. واقعا حالت خوبه یاووز؟ خوبم، خیلی خوبم. باشه، پس من میرم تو، تو هم بیا. خب جان پس جانسو، گوشی و کیف من دست شما بود، کجا این پس؟ اصلا خودتو ناراحت نکن، من همین الان میرم. اکیپ کجا؟ نمیدونم. تو این رابطه بیشتر از همه چی رو تجربه نکردم. نتونستم حرف بزنم، حتی یه بارم نتونستم بهش بگم خزان بیا بشینیم در مورد اینکه چرا رابطمون اینجوری شد و من چه کاره کردم حرف بزنم. نتونستم حرف بزنم، یعنی فقط اون باشه و من، هیچ کس دیگه نباشه. من و خزان نتونستیم حرف بزنیم. این در قفله که؟ یعنی چی قفله؟ یعنی در قفله، بازم نمیشه. بذار ببینم. یاووز بیرون بود. از کجا باز میشه این؟ یاووز! داداش! یاووز در قفله! یاووز! به خاطر خیر سلام. داداش در قفله! یاووز در قفله، موندیم تو. یاووز میشه این؟ یابوس در قفله. برای خیر و صلاح داداش حالت خوبه؟ در قفله موندیم تو، در باز کن. یابوس داداش کجا میری؟ داری کجا میری؟ یابوس با تو هم چی کار میکنه این؟ یابوس این برای چی گذاشت رفت؟
پنجره ها باز نمیشن. ما اینجا گیر کردیم. برای چی اینجوری کرد؟ چرا ما رو گذاشتی اینجا؟ رفت دیوونه شده؟ تو چی داری میگی؟ ها؟ خجالت نمیکشی اومدی به من تهمت میزنی؟ اصلا برام تعجبی نداره. انقدر پس شدی که بهم ظلم میزنی و چیزی که با چشمای خودم دیدم و انکار میکنی. چشمای من بهتر است و میتونن آدمای دروغگو پس تشخیص بدن. اگه من خانم اگه من اگه منشو پررنگ میگم. با اون قلب پر از گناهت اومدی اینجا میخوای با حرفای دروغی خودتو توجیه کنی؟ شرمنده. من دیگه گول این دروغا رو نمیخورم. اون یاسین دیگه مرد. اونی که میخواد خودشو توجیه کنه تویی. خوشت میاد منو گناهکار نشون بدی و خودتو قربانی؟ نه؟ به مردونگیت بر نمیخوره؟ میگه مردونگی. میبینی اوز؟ میگه به مردونگیت بر نمیخوره؟ آروم باش یاسین. آروم باشم؟ چجوری آروم باشم؟ یه زن متأهل با بچه تو شکمش اومده اینجا. چه عوض میشد ها؟ چه فرقی میکنه بوس کردم یا نه؟ عوض میشد یاسین. اگه اون خیانت رو به چشمای خودم ندیده بودم خیلی چیزا عوض میشد. با وجود همه کاری که با هم کردی همه چیز میتونست یه جور دیگه بشه. تو منو بازی دادی. نمیتونم متوجه هستی یا نه. بعد جور منو مسخره کردی. من با وجود همه حرفای بدی که بهم زدی، با وجود همه تهمتات، همه بی‌احترامیات، پا شدم اومدم زندان ملاقاتت. نخواستی منو ببینی. اون روز یادت میاد؟ اون روزی هم که عز بهم زنگ زد گفت یاسینو چاقو زدن. من غرورمو گذاشتم زیر پام یاسین. با وجود همه اتفاقا دویدم اومدم بیمارستان که ببینمت. وقتی در اتاق باز کردم چی دیدم به نظرت؟ کیو دیدم؟ دیدم اون دختر تو اتاقته. دیدم که داشتین همدیگر رو میبوسیدی. چی میگی؟ بی خودی انکار نکن یاسین. سعی نکن کاراتو انکار کنی. باعث همه اتفاقایی که واسمون افتاد توی دروغگوی عوضی. بیا اینجا ببین. چی کار میکنی؟ ولم کن. میخوام روبروتون کنم. من هیچ جا نمیام یاسین. ولم کن. برو پیش زنت. بهش بگو در مورد اولین بوستون برای توضیح بده. البته اگه اولین بار باشه. تو هم پشتتو بکن برو. تو که جرأت نداری پای حرفت وایسی بودو برو پیش شوهرت. من اون روز سوال خودم نبودم. اصلا نفهمیدم چه اتفاقایی دورو برم افتاده. همونطور که تو این محله وقتی چشم باز کردم تو رو دیدم، تو اون بیمارستانم چشم باز کردم تو رو صدا کردم. دروغ. همش دروغ. من هیچ کسو به جز تو نمیبوسیدم اجه. این یه قرار بود تا آخر عمر. اگه به خاطر پول ما رو نمیکشتی پای قرارم میموند. دروغگو.
خدا همین الان جون منو بگیر اگه اون روز اون دختر رو بوسیده باشه. بیا الان پشتتو میکنیم میری، منم برمیگردم میرم پیش زنم، همه چی رو فراموش میکنم. یا با من میای هرچی گفتی جلوی سلینم میگی. فقط برای اینکه خیال نکنی دروغ گفتم. اتاقشو نگاه کن، نه تختشو مرتب کرده، نه لباسای مرگ زدشو جمع کرده، همه جا ریخت و پاشه. بابا یه هفتیر کش داشتن که دیگه این همه ناز و افاده نداره. حداقل کارهای خودتو بکن دیگه. اصلا هیچی بهش یاد ندادن، کیفشم انداخته زمین. بی تربیت، برکتش از بین میره دیگه. دارم چی میگم من؟ برکتش کجا بود آخه؟ خیر سرمون دختر پولدار آوردیم، هیچی بهمون نماسید. اینا دلاره؟ چشمام روشن. میره از برادرش پول میگیره، اون وقت به من چیزی نمیگه ها؟ ببینم شما اینجا بودی؟ چی شد مادر جان، هموم نکردی؟ نه حالم اصلا خوب نیست، اعصابم زده به معده‌ام، فکر کنم فشارم افتاده. و بازم بالا آوردی؟ گوشی تو افتاد تو آب، گوشی منم که به دستم نرسید، شیشه پنجره‌ام که نشکنه، در که قفل شده، پنجره دستگیره نداره. این دیگه چه وضعیتی آخه؟ برای چی ما رو اینجا زندانی کرد؟ دیوونه شده به خدا. ما با هم دیگه فیلم نگاه نکردیم، حتی یه شام هم نخوردیم. چه گیری افتادیم ما، مثلا میخواستیم یعنی کاری که نکردیم بیشتر از کاری که کردیم. کاش یه دری جلومون باشه که هیچ جوره باز نشه، دری که تا وقتی حرفامونو نزدیم. سینان به رومون باز نشه. سینان نمیخوای یه چیزی بگی؟ چه جوری باید از اینجا بریم بیرون؟ من باعث شدم با یاووز در مورد کارهایی که نکردیم حرف زدم، از چیزایی که تو دلم بود. عمدن در رومون قفل کرده که مثلا با هم دیگه تنها باشی، بعدم گذشته رفته. بگو، انگار میخواستی یه چیزی بگی. بگو. نه چیزی نیست. مردم از پس بالا آوردم، یه لحظه آرامش نیست. سلین، سلین پاشو، باید حرف بزنی. یاسین، این زن اینجا چی کار داره؟ جریان چیه ها؟ جریان چیه نه؟ جریان چی بود؟ سوال درست اینه. این چی میگه؟ سلین، اون روز که من تو بیمارستان بودم چی شد؟ روزی که رفته بودی بالای سرشو یادت بندازم؟
چی میگی تو؟ سلین، ما اون روز تو بیمارستان همدیگه رو بوسیدیم یا نه؟ من نمیفهمم. منم هیچی نمیفهمم. ما همدیگه رو بوسیدیم یا نبوسیدیم؟ جواب این سوال رو بده. من اون روز تو بیمارستان چجوری به هوش اومدم؟ سلیم، وقتی به هوش اومدم نمیگفتم اجه؟ نمیگفتم ها وقتی داشتم به هوش میومدم اجه کنان به هوش نیومدم؟ چشمو میبستم چشمو باز میکردم بازم یاسی منو دیوونه نکن سلیم، بگو من تو رو بوسیدم یا نبوسیدم؟ من تو رو بوسیدم؟ حرف بزن دیگه سلیم. سلیم دست درد نکنه بهناز جان، برو. دارم میگم خیالم اینجوری ناراحته. تو چه زن لشبازی هستی؟ با شوهرم هم حرف زدم، راضی شده. آخ بهناز، اینجا خونه خودمه، اینجا خیلی راحت ترم. تو نگران من نباش، برو به کار زندگیت برس. برو. اما آخه برو قربونت برم. برو دیگه عزیزم، برو. جوابشو میده، باید جواب بده. آقا جواب، چشماشو باز میکنه، جواب میده. فضیلت، دیدم. داداش زود باش در باز کن، زود باش. بیهوش شده، از هار رفته. سری گازشو بگیر، زود باش. چه خبر شده بود؟ دختره چش شده بود یعنی؟ اجه پیش اینا چی کار میکرد؟ نمیدونم اصلا به من چه. گستاخ، پسر یه پروه گستاخ. هم گفته بود، باید با برادرم آشتی کنی. برای چی؟ چون رئیس اینجوری صلاح دونستن. خیال کردین میتونین به این راحتی ها منو حبس کنین؟ فکر کردین من آدمیم که وایسم همینجوری بر نگاه کنم و شما هم هر کاری که میخواین بکنین؟ نره بشینیم فیلم ببینیم، بشینیم غذا بخوریم. اصلا از من پرسیدی که دلم میخواد با برادرت غذا بخورم یا نه؟ اصلا پرسیدی دلم میخواد با برادرت 5 دقیقه یه جا تنها باشم یا نه؟ حالتون خوبه آقا سینان؟ نمیخوای یه کاری بکنی؟ داری خودتو خسته میکنی. جدی میگی؟ خزان بس کن، آخرش دستتو میبری. یا من از این خونه میرم بیرون سینان. منم اینو بهت بگم که اگه برادرم رو میشناسم، وقتی یه همچین برنامه ریزی کرده یعنی تا وقتی خودش برنگرده هیچ شانسی برای بیرون رفتن نداریم. متوجه؟ من اون برادر تو رو دیر یا زود باز میشه سینان، و من تا اون موقع اون بالا دور از تو سب میکنم. برادرم اذیت نمیشه، یه راهی پیدا میکنم، همونطور که همیشه پیدا کردم. یادت رفت من احساساتی نیستم، خون سردم. اونو که عادت کرده هر بار خورد زمین بدون اینکه از کسی کمک میخواد بلند باشه.
من همونم که تنها هست، همونی که همیشه تنها میمونم. ای خدای من، اگه شوهرت بزنه به سیم آخر، اگه اسلحه بزنه رو پیشینی اون نامرد، اون وقت تو بیا دو دستی بچسب بهش. آره نه بابا نه، این دختره اندازه جلبکم عقل نداره. به تو چه که عقل نداره دختر؟ به تو چه؟ به تو چه؟ مگه همون نبود که اون خائن رو به تو ترجیح داد رفت اون بر؟ آخ اجه آخ، انقدر بی عقلی که از این ور اومدی ور دل این نشستی، از اون برم رفتی چسبیدی با اون زنی که یه عنکبوت. خدا اوف خدای من چی کار کنم؟ اما من که نمیتونم، دست خودم نیست، مادرم دیگه، مادرم. اون دلش میاد اما من دلم نمیاد چون مادرم. اما اجه خانم صبر کن، صبر کن، مادرت برای آخرین بار در حقت مادری میکنه، آخرین قدمو به سمتت برمیدارم، صبر کن. من اون روز بیمارستان چجوری به هوش اومدم سلیم؟ وقتی به هوش اومدم اسم کی رو صدا میزدم؟ وقتی داشتم به هوش میومدم اجه اجه کنم به خودم نیومدم؟ چشممو میبستم، چشممو باز میکردم، بازم اگه اون خیانتو با چشمای خودم ندیده بودم خیلی چیزا عوض میشد. با وجود همه کاری که با هم کردی همه چی میتونست یه جوری دیگه بشه. چی میشد اگه؟ تو بگو اگه اون بازیمون داده باشه چی؟ نه تو داشتی یه چیزی میگفتی، گفتی چی میشد اگه؟ تو گفتی همه چی یه جور دیگه میشد. منظور من اون حرفت بود، چی میخواستی بگی؟ من میخواستم بگم که اگه اون روز همچین اتفاقی نیفتاده بود، یعنی اگه شما اون کارو نکرده بودین. ببین اجه من آقای محترم، خانمتون حالش خوبه، نگران نباشین، لازم نیست بترسین، اوائلش اینجور حالت طبیعیه. اوائل چی؟ همسرتون حامله هست، تبریک میگم. ما معاینات اولیه رو انجام دادیم، پردو از دکتر زنان وقت بگیرین، باید حتما تحت نظر متخصص باشن. با اجازتون. من تو پدر میشی، ظاهرن همه سال جوابشونو پیدا کردن. اجه بازم جوابشو گرفت. تو تنها شانس من و شانس منی. تبریک میگم.
یاسین. یاسین نمیتونم باور کنم. احمق، احمق، داری گریم میکنی احمق. چه فکرهای مسخری از ذهن احمقت گذاشت؟ فکر کردی دختره بازیتون داده؟ حالا اون عشقای مسخره رو پاک میکنی، میری سوار ماشینت میشی، میری ویلات، میری پیش شوهرت، احمق، احمق، بازم براش گریه کن. من میدونم میخوای یه سوالی ازم بپرسی، میخوای با هم حرف بزنی، اما الان وقتش نیست، الان وقتش نیست. یه همچین اشتباهایی از طرف شرکتی مثل شرکت ما اصلا قابل قبول نیست. اما کاظم خان، تو حساب کتاب ما هیچ اشتباهی رخ نداده. یعنی دارین میگین در مورد کاری که عمرم ریختم به پاش اطلاعات ندارم؟ ببخشید خانم محترم، کجا دارین میرین؟ از تو باید بپرسم کجا میخوام برم؟ کاظم خان دستور اکید دادن، نمیتونین برین. تو چی داری میگی دخترم؟ من مادر زن کاظم خان هستم، از سر رامبر کنار ببینم. من میدونم شما کی هستین، میشه لطفا بریم بیرون؟ اگه میدونی کیم پس برای چی داری جلو میگیری؟ کاظم خان از قبل دستور دادن، نمیتونین برین تو. وای اونجا چیه دختر؟ ببین سوز کجاست؟ چی؟ سوز که گنده بود. صبر کنین خانم محترم، نمیتونین برین داخل. بله، به عنوان رئیس هیئت مدیره دارم بهتون بگم تو این حسابا یه اشتباهی پیش اومده. کسی اعتراضی داره؟ خانم محترم لطفاً. من اعتراض دارم. من اعتراض میکنم چون این حقو دارم. شما با چه جرأتی؟ با جرأتی که از مادر بودنم میگیرم. بالاخره هرچی باشه شاید منم یه بار راست بگم. این بار بد نیست گوش کنی ببینی چی میخوام بگم. کاظم خان اجازه بده ما بریم. آره آره بریم بیرون، بهتره برادر من. خانوادگیه، بهتره اینجا نباشین. پاشین. واقعا که زن حسابی، تو خیال کردی کی هستی؟ من مادر زن تو هم کاظم خان. اگه دلتم نخواد مجبوری به خاطر اینکه مادر زنتم دو دقیقه به حرفای من گوش کن. حالا میگم بیان بیرونت کنم. هر کاری دلت میخواد بکن، اصلا بگو صد نفر بیان بالا. ای بابا بالاخره یه جوری باید گیرت بیارم باهات حرف بزنم دیگه. ببین کاظم خان، من حتی دستم به تابلوی زن خدا بیامرزت نخورده، قسم میخورم. اگه یه کلمه دیگه بگی با دستای خودم بیرونت میکنم. میکنی؟ میدونم، حتی شاید با اسلحه هم منو تهدید کنی، مثل کاری که دیشب کردی. ببین چی میگم، نمیتونی به من زور بگی چون حق با منه. حق از اینجا گم شو، برو بیرون. برای من کاری نداشت همه چی رو اون شب برملا کنم و دست و پاتو ببندم. اون وقت نمیتونستی بیرونم کنی، میشستم راحت قهوه‌مو میخوردم، درسته؟ بیرون که سهله، تو حیاتش هم نمیتونستی منو بفرستی. اما چرا این کارو نکردم؟ نکردم چون که دخترم دل منو شکست. بعدش هم که ویلا برای من اهمیتی نداره. ویلا تو میخوام چیکار؟ فکر من پیش دخترمه، پیش بچمه، پیش نقشه هایی که براش میکشن. عروست با دخترم دشمنه. همه این نقشه ها رو عروست کشیده، من هیچ تقصیری ندارم. روحم هم خبر نداشت، عین روز برام روشن کار خودشه، اما نمیتونم ثابت کنم همه این نقشه ها رو کشیده. الانم داری تهمت میزنی، واقعا که زن خیلی پر روی هستی. برو بیرون. برو. تو چیکار داری میکنی آخه؟ برو بیرون. چطور میتونی مادر زن تو اینجوری بیرون کنی آخه؟ نگهبان این زن رو بیرون کنید. تو رو خدا گوش بده، اینا یه شبکه ان. یاسمین با اون گالریه، هر دوشون دارن بازیتون میدن. تو رو خدا دو دقیقه گوش کن، بذار همه چی رو بهت بگم. کاظم خان به خدا پشیمون میشی یا نگو نگفتی؟ خیلی پشیمون میشی کاظم خان، تو رو خدا داری اشتباه میکنی. یاسمین خیلی بدجنسه، من خودم میدونم اما نمیتونم ثابت کنم.
من یه چیزی میخورم بعد میخوابم. ایوا با هم رفته بودیم بیرون؟ دخترم اومدم خونه دیدم نیستی، کیف و موبایلم گذاشته بودی تو خونه، نگرانت شدم. چی شده؟ پسرم چی شده؟ چیزی شده عزیزم؟ یه اتفاقی افتاد که حتی فکرشم نمی کردیم. چه اتفاقی؟ داری مادر بزرگ میشی مامان شکریه. مادر بزرگ میشم؟ آی خدا دعامو قبول کرد، مادر بزرگ میشم. خدا رو شکر دختر عزیزم. آبجی، آبجی تو رو خدا جواب بده، التماست میکنم جواب بده دیگه. سلام، گوشه خزان خانم بفرمایید. سلام، مثل اینکه خواهرم سر عکاسیه مگه نه؟ بله اومدیم آوا، تو هتل عکس برداری داریم. هتل کجاست؟ با هم دیگه رفته بودن. بعدش چی شد؟ خزان خانم تو هتل نیست، نیومده. کجا گذاشته رفته؟ آقا یابوز عصبانی میشه. آقا یاووز، نمیتونیم خزان خانمو پیدا کنیم. بنابراین کار تعطیله. استراحت کنیم. آی تا کی میتونه ما رو اینجا زندانی کنه؟ بالاخره که باید درو باز کنه. چی کار میکنی؟ میگی چی کار کنم؟ خب وقتی تو این شرایط حاضر نیستی با هم حرف بزنی، منم واسه خودم خوش میگذرونم. موزیک و تحرک برای آدم خوبه، به تو هم توصیه میکنم. حرکتاشو ببین تو رو خود دیوونه. اشکالی نداره، برو اجه، اما دفعه بعد قبل از اینکه تصمیم بگیری با من مشورت کن لطفاً. دختره احمق، احمق. الو، امشب بخشش نکن، سب کن تا خودم بهت خبر بدم. اول تو اینترنت، بعدم تو روزنامه باشه. یعنی چی؟ هم اخبار رو بهت میدم، هم پولو. هر وقت من میگم اون موقع پخش میشه. بی فکر، زمانش مهمه، خیلی هم مهمه. دستت از که اینجوری شده؟ نفهمیدم. چیو نفهمیدی بابا؟ دستت داره میرزه نمیبینی؟ نکنه دیابتی، فشار خون چیزی گرفتی؟ چرا اینجوری شدی؟ واقعا دستتون داره میلرزه، اصلا متوجه نشده بودم. از عصبانیت، عصبانیت 100%. اینو خودت تشخیص دادی یا پیش دکتر رفتی اون بهت گفته؟ من نیازی ندارم برم دکتر بکنم. عصبانیتم که رفت بشه، لرزش دستمم خوب میشه. کاشکی شما هم با خانمتون میرفتین آبا، یعنی هم حال و هواتون عوض میشد، هم عکاسیو میدیدین. حرفشم نزن بابا، یکم با سینان و یاووز بحثش شده. پروژه آرایشی دیگه ارتباطی به شرکت نداره، یاووز هزینه ها رو از جیبش میده. ظاهرن لرزش دستم حالا حالا ادامه داره. نزاشین قضا از گرون بره پایین. نوش جونتون. بی خیال،
یه کلمه هم نمیشه باش حرف زد. سود قاطی میکنه پا میشه میره. دو تا برادر چه قشنگ پاسکاری میکنی. خزان ببین، هزار بار بهت گفتم، یه بار دیگه هم میگم، من از این قضیه هیچ اطلاعی نداشتم. شنیدی؟ این هیچی عوض نمیکنه سینان. از نظر من فرقی با دفعه قبل نداره. این برنامه یه که برای شب اول تو هتل ریخته بودین. اصلا به نظرم خوب شد که زندانی شدیم. حداقل اینجوری مجبور شدی حرف بزنی. حرف نمیزنم. اون برادر دانشمندت به خیال خودش ما رو اینجا حبس کرده که بشینیم حرف بزنیم و همه چی رو درست کنیم، اما من کلمه ای حرف نمیزنم. یه چیزی بهت بگم؟ اما من حرف میزنم، حتی اگه گوشاتم بگیری باز من تا صبح برات حرف میزنم. فکر نمی کنم اونقدر طول بکشه. بذار برات خلاصش کنم. من یه آدم خودخواه و بیفکرم که فقط برای خنده و سرگرمی به آدمایی که هیچ شناختی ازشون ندارم تهمت میزنم و میندازمشون توی تله. دیدی؟ تا صبح طول نمیکشه، حتی توی یه جمله تموم شد. فقط یه چیزو خوب میدونم، اونم اینه که اون شب مزخرف هتل و هزار بار کوبیدی تو صورتم. ما الان تو این حالیم چون تو میخواستی تلافی اون شبو در بیاری. من باعث شدم تو این وضع بیفتی؟ من؟ ای وای، من کیم؟ خدایا ببین چه کاره که از دستم بر نمیاد. فکر کردی بیام دوتا جست بگیرم همه چی یادم میره؟ آره؟ برای تو خیلی راحته، برای تو خیلی عادی آقا سینان. اصلا فکر نمی کنی نه؟ اگه من نبودم چی؟ در اصل اون تله رو برای خواهر طفل معصوم من گذاشته بودی. اصلا فکر کردی برای چی من به جای اون رفتم؟ میدونی چرا؟ نمیدونی؟ من به خاطر تو رفتم اونجا. من عاشقت بودم احمق، عاشقت بودم، همونجوری دورا دور، یواشکی و پنهونی بدون اینکه کسی خبر داشته باشه. میدونی چجور عاشقی؟ عاشقی که با خودش لج داره. سلام، تو اینجا چی کار میکنی؟ همین جوری اومدم خواهرمو ببینم، حال هوام عوض بشه. حالی ببخشید، اشکالی داره؟ تو میدونی خواهرم کجا سیاووز؟ اون شب من به جای اجه رفتم، یعنی مثلا داشتم از خواهرم محافظت میکردم، اما خودم میدونستم برای چی رفتم اونجا. وقتی داشتم اون لباسو میپوشیدم، وقتی داشتم خودم آرایش میکردم، میدونستم برای چی دارم میرم. گفتم سینان اگه من یه بارم داداش خزانو اینجوری ببینه، یه بارم مثل دخترها ببینه، شاید حداقل به صورتم نگاه کنه، شاید حداقل اسممو بپرسه. داداش خزانه بیچاره، پرنسس خوشتیب میبینتش، میپسندتش. بدبخت، بدبخت بیچاره احمق. شب فقط با غرور دختری که نمیشناختیش بازی نکردی، با قلبی بازی کردی که به خاطر تو میتپی، با همه ی وجودم، با اعتماد به نفسم، با
با احساساتم، با شخصیتم، تو با همه چیز من بازی کردی. خدایا جواب منو بده، خدایا جواب منو بده. از خودم متنفرم به خاطر کارهایی که با تو کردم، به خاطر بدیایی که به هر دمون کردم. از خودم متنفرم. راضی شدی؟ من نمیخوام از خودت متنفر باشی، فقط میخوام از کارت پشیمون باشی. یه جایی همین جهاز یعنی چی؟ گوشیش هم که پیشش نیست. مگه نیومدین اینجا عکاسی؟ خبر نداری مدلتون کجاست یاووز؟ گفتم یه جایی همین جهاست. اصلا تو برای چی بی خبر پاشدی اومدی ها؟ میخواستی سورپرایز کنی؟ اگه گوشیش پیشش بود خبردار میشد. برای چی این سوالا رو میپرسی؟ این آدم جواب منو بده. خواهرم کجاست؟ ایجه پاشو برو خونه لطفا. باشه باشه، هر تو راحتی، خودم پیداش میکنم. آه، دستیارتون گفت برای عکاسی رفتم توی خونه ای. یعنی اون خونه کجاست؟ وایسا اجه وایسا، لطفا مزاحمشون نشو. مگه چند نفرن؟ باور نمی کنی، باور نمی کنی که پشیمونم. اگه واقعا پشیمون شده بودی نمی گفتی با یاووز رابطه دارم. ببین خزان، منم یه دلایلی برای خودم داشتم. دلیل داشتی؟ تو چشم نگاه کن و بگو، منو برادر تو چسبوندی به هم، تونستی ما رو بذاری کنار هم دیگه، هم تو مغزت هم تو قلبت. منو گذاشتی کنار برادرت. نمیتونی برای این کار تیکای روزنامه رو بهانه کنی. هنوزم نمیتونی در مورد اون تیک روزنامه مسخره جواب بدی نه؟ چی شد؟ بیا باز یقمو بگیر. همه چیو تو روم گفتی. امروز برای اولین بار با هم روبرو شدی خزان. ولی وقتی پای خبرای روزنامه میاد وسط یا پای برادرم میاد وسط، خزان سکوت میکنه، خزان پشتشو میکنه. آره سکوت میکنم. در مورد اون روزنامه ها به جز چیزی که اون روز گفتم هیچ چیز دیگه ای ندارم که بگم. همش همین؟ من چیم؟ من یه عاشقم خزان، عاشقم و حسادت کردم. چیکار کنم؟ دست خودم نبود. فرقی نمیکرد که طرف برادر خودمه. به صورتم نگاه کن خزان، به صورتم نگاه کن. میدونی حسادت آدمو به چه روزی میندازه؟ اون روز فقط به خبرای تو روزنامه حسودیم نشد، به چیزایی که دیده بودم هم حسودیم شد. تو چی دیدی؟ وقتی به من نگاه میکنی به جز خودت چی میتونی ببینی ها؟ من خزانیو دیدم که به برادرم میخندید، خزانی که باهاش رفته بود پرورشگاه، خزانی که باهاش چشمبند بازی میکرد، خزانی که داداشم اشکاشو پاک میکرد. خزانی رو دیدم که فکر میکردم فقط من میتونم به اشکاش دست بزنم، نه برادرم. در حالی که تنهایی برای بابام گریه میکردم، خزانی رو دیدم که داداشمو بغل کرده. آره داداشتو بغل کردم، چون تو فرار کردی، مثل همیشه فرار کردی و گذشتی رفتی. اما اون وضعیتش با تو فرق میکرد، نمیتونست گریه کنه، از ناراحتی به خودش میپیچید. من بغلش کردم چون باید گریه میکرد. اون روز فقط داداشم نبود که گریه میکرد خزان. آره نبود، اما اونی که فرار کرد تو بودی. از اون شب به بعد هر روز و هر شب سعی کردم با وجود همه رفتارهایی که با هم کردی کنارت باشم،
اما تو به خاطر برادرت از من فرار کردی. آره آره من فرار کردم، تو هم تصمیم گرفتی اونو بغل کنی. نه چی شد؟ جوابی نداری بدی؟ نه متوجه نیستی دارم از چی برات حرف میزنم؟ خزان من فقط از خبرهای تو روزنامه حرف نمیزنم. این وسط برادرمم. برادرت چی؟ من تا این حد رو تو حساسم خزان، نه عقلم نه قلبم نه اعتمادم نسبت به تو نه حس پشیمونی، هیچ کدوم نتونستن جلوی منو بگیرن خزان. آره پشیمونی میتونه یه مرد رو سر عقل بیاره، حق داری، اما یه مرد عاشق و چی؟ حس پشیمونی اونقدر قوی نیست که بتونه یه مرد عاشق و سر عقل بیاره. میدونی بین همه اینا بیشتر از همه چیو نمیتونم هضم کنم سینا؟ تهمتی که اول به من و خواهرم زدی فرق میکرد، چون ما رو نمیشناختی، اما این تهمتی که تکش به برادرت میرسه اون فرق میکنه، چون تو دیگه الان منو میشناسی، خیلی هم خوب میشناسی. تو اون دوتا رو توی خونه حبس کردی، درست فهمیدم یاووس؟ آره درست فهمیدی. میخوای چند بار دیگه هم تکرار کنم؟ حالت از اونی که فکر میکردم هم وخیمتره یاووس. چطور؟ آخه برای چی یاووس؟ چرا داری همچین کاری میکنی؟ اجه ببین، پرسیدی خواهرم کجاست؟ منم گفتم قرار نیست چون قضیه رو بهت گفتم سخنرانی کنی، متوجه شدی؟ تو هم حق نداری تو انتخابای خواهر من دخالت کنی. شاید آمادگیشو نداشت، شاید دلش نمیخواد با سینان حرف بزنه. برای چی تو این شرایط قرارش دادی یاووس؟ من نمیدونم سینان چی کار کرده که به این روز افتادن، اما تو میدونی، مطمئنم خیلی بیشتر از چیزایی که من میدونم میدونی. اگه بهت مربوط میشد حتما میدونستی. باشه من نمیخوام از دهنت حرف بکشم. میدونی برای چی؟ چون به خواهرم احترام میذارم. باشه من آدم نفهمی هستم، قبوله، درسمو بهم دادی، حالا میشه لطفاً بری؟ میدونی چیه؟ کاری که امشب کردی به یه شوالیه تبدیلت نمی کنه آقا یاووس. به چی تبدیل میکنه؟ تبدیل به یه ترسوی خودخواه میشی که برای فرار کردن از احساسات خودش دیگرانو تو شرطی قرار میده که به صلاحشون نیست. بچه رفته آوا؟ تنهایی پاشده رفته یا با شوهرشه؟ ها شوهرش اینجاست عزیزم، خواهرش عکاسی داره رفته اونو ببینه. آها خیلی خوب، همین که تنها نیست خوبه. کریم اگه خبری گرفتی سریع به من زنگ بزن. خدافظ. شب بخیر خاله فضیلت. خیر باشه. این دیگه چیه؟ مامانم شیرینی درست کرده. شیرینی درست کرده، توش هم زهر حلاحل برام ریخته، آوردی من بخورم نوش جون کنم. آره عزیزم این چه حرفیه خاله فضیلت؟ یه اتفاق خوب افتاده، مامانم برای همه محل شیرینی پخته. منو مسخره کردی دختر؟ به من چه که یه اتفاق خوب براتون افتاده؟ خب میخوای بخور میخوای نخور، زنداداش هم حامله است. زنداداشت حامله است؟ شب بخیر. ای وای من دخترم، ای وای. پس این خبر رو شنیدی که بدو بدو رفتی پیش خواهرت؟ بمیرم برات عزیز دلم، بمیرم برای دلت.
من اون روز تو بیمارستان چجوری بهش اومدم سلیم؟ وقتی بهش اومدم اسم کیو صدا می‌کردم؟ وقتی داشتم بهش میومدم اجه کنم به خودم نیومدم. چرا ساکتی؟ حرف بزن، زود باش، بگو. اگه بدونی چقدر به موقع اومدی. خدا رو شکر که اومدی عزیزم. شلوار رو ببین عزیزم، نگاه کن، دل مامانتم عین این آتش داره میسوزه، همینجوری آتش گرفته داره میسوزه. اما ناراحت نباش، اصلا نترس، تو به دنیا میای، اون موقع آتش خاموش میشه عزیز دلم. پس که اینجای؟ بله. ببین یه اتاق برات درست کردم، برو بگی بخواب. آهان، یعنی میگی بی خودی اینجا منتظر نباش، فردا صبح درو باز میکنم. درد سر درست نکنی کافیه. بیا یابوس، بیا بشین، نیاز داری حرف بزنی. با تو؟ به جز من با کی میتونی حرف بزنی؟ با سینا؟ دیگه واقعا حوصله‌م رو سر بردی. هر دومون میدونی این کاری که میکنی برادری نیست، این کارت هیچ ربطی اصلا به سینا نداره. هر کاری میکنی به خودت میکنی، برای فرار کردن از خودت خواهرم رو هول میدی سمت سینا. به چه حقی به خودت اجازه میدی به خاطر اینکه شاهد یه دعوای عادی بین دو تا برادر بودی اینقدر حرفای گنده گنده بزنی؟ بهتره به خودت بیای، هم از من هم از زندگیم فاصله بگیر. داری با خودت میجنگی نه؟ با دسته خودت در رو به روشون قفل کردی، در اسب روی قلب خودت قفل کردی. این عشقی که باورش دارین اصلا رومانتیک نیست، باعث میشه آدم اذیت بشه، نابود بشه، متوجه هستی؟ عشق اصلا ابدی نیست و من به خاطر یه چیز زود گذر نمیذارم خودم فدا بشم، نمیذارم برادرم فدا بشه، اجازه نمیدم. اگه تجربهش کنی چی؟ بذار من بهت بگم، زمانی که عشق وارد وجودت میشه دیگه زود گذر نیست. خدا بهت کمک کنه یا وزده که من درگیری یه عشق ابدی شدی. Thank you.
حالا وقتشه. کاظم اگمن مادرزن شو انداخت تو خیابون. مادرزن کاظم اگمن آواره شده. صبح خیر فضیلت خانم. لطفاً یه روزنامه هم به هم بده آقا. الان میارم. پناه بر خدا. ای بابا خیر باشه. سر صبح کیه؟ چه خبره؟ خیر باشه بهناز، چه خبره این وقت صبح اومدی اینجا؟ فضیلت روزنامه. چی شده مگه؟ بی خودت ببین چی شده. بیا ببین. خدا ازشون نگذره نه؟ آره فقط همینو کم داشتم. شوخی صبحگاهیه؟ میدونم کجا میخوای بری، منم باید باهات بیام. این فرصت رو از دست نمیدم یاوز. اگه تو برادری منم خواهرم، فهمیدی؟ ببین نمیدونی دیشب چه اتفاقی افتاده و وقتی درو باز کنی چی قراره ببینی. ممکنه خواهرم نیاز به کمک داشته باشه، برای همین من باید اونجا باشم. شاید یه چند ثانیه بعد یا شاید هم چند ساعت بعد این در باز میشه. خزان، این در باز میشه. منم بدون این که به پشت سرم نگاه کنم میرم، از دستت خلاص میشم. درسته، اما وقتی پشتتو کردی و رفتی، اونی که پشت سرت باقی میذاری فقط من نیستم. تو به همه گذشته‌ای که تو قالب یه پسر داشتی هم اینجوری پشت میکنی.
که اصلا برام مهم نیست چی و پشت سرم جا میذارم و میرم. آره از دست من خلاص میشی، اما تا یه اون نمیتونی از دست ما خلاص بشی. تا وقتی تو نیمه راه بمونیم، تا وقتی متقاعد نشیم، من و تو خزان، تا وقتی ما رو تجربه نکنیم، تو دل همدیگه به زندگی کردن ادامه میدیم. راحت به ما پشت کن و برو، هم به ما هم به اون دختری که یه روزی عاشق پسری که حتی اسمشم نمیدونست بود پشت کن و برو. که پشت سرت باقی میذاری فقط من نیستم، تو به همه گذشته‌ای که تو قالب یه پسر داشتی هم اینجوری پشت میکنی. آره از دست من خلاص میشی، اما تا یه اون نمیتونی از دست ما خلاص میشی. وقتی تو نیمه راه بمونیم، تا وقتی متقاعد نشیم، من و تو خزان، تا وقتی ما رو تجربه نکنیم، تو دل همدیگه به زندگی کردن ادامه میدیم.
واقعیه، این خودمون دوتا واقعیه. داداشت خواهرت اینجاست. ایجی تو اینجا چی کار میکنی؟ نمیخواستم این لحظه رو از دست بدم. تو خبر داشتی؟ اینا رو ول کن، بعدن حرف میزنی. خیلی ممنونم. یه گروه فرستادی دیگه نه؟ بگو کل روز همونجا بمونن، چای و قهوه و همه یه مخارجشون هم با من باشه. آماده باش وزیلت خانم، اتفاقای خوب تو راهه. نگاه تو رو خدا ببین چیا نوشتن. ای بابا حفظ شدی فضیلت، اون روزنامه رو بذار کنار یکم حرف بزنی. کاظم میگه من در یک حرکت ناجوان مردانه مادرزن خود رو از خانه بیرون کرد. آخیش دلم خنک شد، خوب گفتن. اینجوری نگو بهناز، آخرش همه چی سر دختر من خراب میشه. میدونم بابا، میگن آبروی شوهرش به خاطر مادر زنش رفت، اون وقت چی میشه ها؟ اگه شوهرش عصبانیتشو سر دخترم خالی کنه چی میشه؟ خودت به من بگو چی میشه. راستشو بخوای فضیلت، اگه به من باشه که بازم میگم دلم خنک شد. بهناز، اما نمیگم. خیلی خوب میدونم دوست نداری در مورد دخترت حرفی بزنم. معلومه که دوست ندارم، فقط بذار ببینمش. اینایی که تو روزنامه نوشتن چیزی نیست، خیلی هم خوبه. من حرفای خیلی بدتری دارم که بهش بزنم فضیلت، بی معرفت. خیلی خوب، من دیگه میرم خونه. میخوای بری؟ آره عزیزم. فضیلت گور به گور شده رو نگاه، واسه ما مشهور شده خانم. تو رو خدا ببین چی نوشتن. بابام دیوونه میشه، داماد خائنی که مادرزنش رو بیرون کرد. یعنی چی آخه؟ این روزنامه کوفتی رو بذار کنار دختر، پاشو برو پیش بابا جونت، برو خبر حاملگی تو بهش بده، اون وقت ببین که چقدر حالش خوب میشه. من با این وضع چجوری برم بیرون آخه؟ منو ببینن میشناسن، عکس میگیرن، هزار جور چه میدونم سوال میپرسن. بابا چه حرفا میزنی؟ کی تو رو میشناسه آخه؟ خودتو تو آینه ندیدی؟ هزار نفر باید بیان شهادت بدن که تو سرینگ منی. دخترم پاشو، جهنم و ضرر اینو میدم بنداز سرت، از اینجا برو بیرون، دیگه نمیشناسنت. اینا حالا از اینجا پا نمیشن. اینو بگیر، بیا بگیر بنداز سرت. خوب شد، آفرین، دیگه کسی نمیشناستت. خیلی خوب، باشه میرم. باشه، آفرین دخترم، برو دست به جنبون. چیشو؟ فکر کنم کل روز این احمقا زول بزنم برد خونه. منم این احمقا شدم. خیلی عجیبه سینا، عقلم نمیتونه هضمش کنه ما رو. کاری به عقل نداشته باش، من به خاطر قلبت اینجام. سینا
من میترسم، میترسم دوباره زخمی بشم، دیگه نمیتونم. خزان، زخم رو با هم مرهم میکنیم. این دستا یه بار دستاتو از دست داده، ترسو بودم، ضعیف بودم، نتونستم حفظت کنم، اما الان تو پیشمی، الان قوی ترم و دیگه نمیترسم. یکم برم پیش داداشم. باشه. همه این کارا رو به خاطر برادرت کردی نه؟ یعنی حتی به خاطر ما ورشکست شدن و به جونت خریدی. گفتم ارزششو داره. داداش، کافیه، نمیخواد ادامه بدی. من میخوام واقعا ازت تشکر کنم. اگه یه همچین فکری نکرده بودی، هیچ امیدی به رابطه‌مون نبود. انقدر منو گنده نکن. اگه واقعا هیچ امیدی به رابطه‌تون نبود، هزار شبم تو اون خونه میموندی؟ اینجوری نمیشد. بازم به خاطر کارهایی که برامون کردی. بس کرده. ادامه نده سینا لطفا. آخه اینجوری هم که نمیشه. بالاخره هرچی باشه تو خیلی کارا کردی. ببین، گفتی عاشقم، دوستش دارم، دارم میمیره، دختره رو به دست آوردی، این دومین فرصتیه که نصیبت شده، این یکی هم خراب نکن دیگه، اون دختر رو نمیرنجونی. اگه برنجونیش، اگه به خاطر روزی که در قفل کردم رو تون پشیمونم کنی، اون وقت با من طرفی، با برادرت نه، با من. بهت قول میدم داداش، هیچ وقت ناراحتش نمی کنم. سلام. نگاش کن، با شکم حامله. خیلی خوشحال شدم که موندی. دیوونه شدی آبجی؟ مگه میشه حرف نزده برم؟ نگفتی چی شد که اومدی اینجا؟ تعریف نکردی. بی خیال خسان، بعد از اتفاقی که واسه تو افتاد در مورد من حرف بزنی؟ تو یهو همینجوری پا نمیشدی بیای. چیزی شده؟ مسئله پیش اومده؟ آبجی، میشه چشماتو ندوزی و بگی چی میخوای بهم بگو؟ ببین، با سینا ناشتی کردی، اولین بوسه زندگیت. ای بابا خجالت نکش خسان، من که نخواستم همه چی و مو به مو برام تعریف کنی. فقط الان چطوری؟ چه حسی داری؟ چه میدونم، اینقدر غیر واقعی به نظر میاد که انگار دارم خواب میبینم و قراره بیدار بشم. آبجی، باید یه چیزی ازت بپرسم. تو واقعا باورش داری؟ به سینان اعتماد داری؟ بذار اینجوری بگم، بیشتر از هر چیزی تو دنیا دلم میخواد بهش اعتماد داشته باشم و باورش کنم. نمیدونم سینان چیکار کرد که به اینجا رسیدین خزان. نترس، تا وقتی خودت تعریف نکنی من هیچی ازت نمیپرسم. اگه سینان واقعا خوشبختت میکنه، هیچی شما رو از هم جدا نمیکنه. زندگی هر دومون خیلی قشنگ میشه. خدا کنه آبجی جونم، خدا کنه.
این دیگه چجور خبریه؟ اینا چیه در مورد بابام نوشتن؟ آفرین به این زن، هر کاری دلش خواست کرد، بعدم با این خبر خودش رو پاک کرد. یعنی تو میگی کار اونه؟ به نظرت زورش به همچین کاری میرسه؟ یعنی به هر روزنامه زنگ بزنه بگه من مادر زن کاظم، اگه منم از خونه بیرونم کردن، همه یه خبرنگارا بدو بدو میرن اونجا. این زن آخرش بابامو دیوونه میکنه. میخوای بهش زنگ بزنی؟ خبر داره؟ سر ساختمون بود. فکر نکنم کسی اونجا خبر داشته باشه. من میرم یاسمین. میخوای شب بعد از عکاسی با من بیای خونه؟ تو نگران من نباش. لذتشو ببر. از عشق تو قشنگیاش لذت ببر. از همه حسایی که تو این عشق داری لذت ببر. ظاهرم باید با ایشون هم جدا حرف بزنم. آبجی لطفا فقط خوش بگذرم. باشه، میبینمت. وقتی رسیدی خبر بده، شبم بیا پیش خودم. باشه باشه. مثل دریا نیست نه؟ یه مسیر داره، طوفانه خطرناک نداره. مثل اینکه جمله میخواد برسه به اینکه من چقدر حوصله سربرم. نه من اینو فهمیدم که تو پر از سورپرایزی. دیروز این ساعت ها واقعا دلم میخواست خفت کنم، اما الان تشکر میکنم. با اینکه خیلی عصبانیمون کردی، اما خب به نفعمون شد. ما رو به همدیگه رسوندی، به خاطر ما، با وجود همه مشکلات. دیگه هیچ مشکلی وجود نداره. شاید خودت متوجه نباشی، اما اونجوری شد که میخواستی. تو آدم متفاوت اما خوبی هستی. من فقط برادرم. خزان خانم، برای عکاسی منتظرتون هستی. این واقعا دیوونه است. الان خدمتتون میرسم آقا سینا. فکر کنم بقیه عمرمو باید با تشکر کردن از تو بگذرونم. برو دیوونه رو منتظر بذار. خوش اومدین. کاظم خان خونه است؟ نه نیست. چی شده؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ هیچی، چیزی نیست. واقعا افتضاحه. آره میدونم که دیگه امکانش نیست، اما میگی چی کار کنم؟ میگی التماست کنم؟ باشه التماس میکنم. خیلی خوب باشه. ببین این خبر خیلی برای خانوادمون بده. واقعا شرایط خیلی سختی داریم. این خبر زندگی پدر شوهرمو زیر و رو میکنه. لطفاً. چی شده؟ لطفاً به خاطر منم شده، یه بار دیگه فکر کن. منتظرم. ممنونم. چی شده یاسمین؟ چه خبری؟ خوش اومدی عزیزم. آوا چطور بود؟ عکاسی خوب بود؟ عکاسی ول کن. با کی حرف میزدی؟ چی شده؟ چه خبری؟ میخواستم بدون این که به تو بگم حلش کنم، اما این بار نشد. اجه یاسمین، میشه حرف بزنی؟ چی شده؟
مامانت عزیزم بازم کار خودشو کرده. چی داری میگی؟ مامانم چی کار کرده؟ همش از عصبانیت، دستام از عصبانیت می‌لرزه. خوب میشه. بفرمایین شما کی هستین؟ از کدوم روزنامه تماس میگیرین؟ کی همچه حرفی زده؟ کی؟ نه در این مورد هیچی ندارم بگم. روزتون بخیر. برمیگردیم خونه. حالا دارم التماسشون میکنم بلکه یا خبر رو پاک کنن یا یه تغییری توش بدن، اما نتونستم راضیشون کنم. خبرنگارا و روزنامه‌نگارا به گرد پای اتفاقای زندگی ما نمیرسن. اچه دیدی که اون بار به خاطر عکسای تو و یاسین رو زدم بهشون. چطوری مامانمو پیدا کردن؟ چجور به فکرشون رسیده برن تو اون محل؟ خبر بزرگیه. مادر زن چند نفر این کاظم خان دوچره یه همچین شرایطی میشه؟ احتمالا هم پول خیلی زیادی هم برای عکس داده. تو میخوای بگی کار خوده؟ اجه لطفا عزیزم زود عصبانی نشه، اون مادرته. اما میشه گفت با یه تیر دو نشون زده. دیگه واقعا مغزم کار نمی کنه، هیچی نمی فهم. عزیزم اینجوری فکر نکن، این خبر بیشتر از همه به نفع و به ضرر کیه؟ مسئله دقیقا اینجاست. شوهرتو با خاک یکسان کردن، خودت دیدی و خوندی. داماد خائن، کسی که مادر زنشو از خونه بیرون کرده. پول در برابر فقر. به این جملات فکر کن. حالا به مادرت فکر کن. مادر بیچاره‌ای که از خونه یه دخترش بیرونش کردن. مادر زنی که دامادش محلش نمیذاره. خیلی خوب از پسش بر اومده. مادرت به خاطر اون عکس‌ها پول زیادی از دست داده و بلیط برگشتشو به این خونه خریده. من این احمقا نشستم اینجا حرفای تو رو گوش میکنم. توقع دارم یکی بیاد بگه کار مامانم نبوده. آخه اینم شد توقع؟ این همین کارو با خزانه سینان کرد. این همین کارو کرد. وقتی خواهرم میخواست مرخص بشه به خبرنگارا گفت بیان دم بیمارستان. چه زن عاقلیه. میدونه چی میخواد و چه جوری باید به دستش بیاره. هیچی به دست نمیاره یاسمین. روزنامه ها که سله. اگه بره تو اخبارم حرف بزنه نمیتونه از در این ویلا بیاد تو. اجه تو از این آبروریزی خبر داشتی؟ من تازه اومدم کازه. یاسمین همین الان خبر رو به هم گفت. کار مادرته. همه ی کلماتی که به کار برده شده دونه بدونه کار مادرته. کار مادرته. من واقعا نمیدونم چی باید بگم. نشسته به من تهمت میزنه. میخواد از من یه داماد بد و خائن بسازه که مادر زنشو بیرون کرده و خرابم کنه که شاید دوباره بیارمش اینجا. چه تراژدی دردناکی. مثلا با این داستانه یه مسخره میخواد منو بندازه تو هچل. هر بار میگم این زن دیگه بیشتر از این پیش نمیره، اما مادر تو هر بار یه قدم بیشتر به بی‌احترامی نزدیک میشه. اجه همش نقشه است. برای همینم خونه‌ای که براش گرفتیم و قبول نکرد. میخواست از من یه حیورا بسازه که همه ازم متنفر بشن. کاظم خان لطفاً، این دختر به قدر کافی ناراحت هست. از این به بعد فقط یه نفر ضرر میکنه. اون زن بی ادب میفهمه که نمیتونه منو به زانو در بیاره. میفهمه. کاظم یه لحظه وایسا. اجه تو دخالت نکن، تو این کار دخالت نکن. نه لطفاً، نمیتونم بزنم با این حالت بری پیش مامانم. الان خیلی عصبانی هستی. اینجوری نمیشه. نمیدونی محل ما چه جوریه. میره اونجا دعوا را میافته. اون وقت همه پشت سرت حرف میزنن، اوضاع بدتر میشه. به خاطر مادرت همه ترکیه دارن در مورد من حرف میزنن. اجه کاظم لطفاً اینو بسپر به من باشه. فقط من میتونم جلوی مادرمو بگیرم. لطفاً الان میرم اونجا. هر چی لازم باشه به مادرم میگم. اجه میرم. دیروز زود از بیمارستان رفتی.
حتما خبر رو گرفتی؟ به بابام گفتی یا نه؟ معلومه نگفتی. باشه، میخوای الان بهم تبریک بگی یا با بابام با هم میگین ها؟ میخواستی منو ضایع کنی مامان کوچولو، اما بازم نتونستی. بابا جونم، من اومدم. حسابت خورده، خبر رو دیدم. حرفی ندارم بزنم، لازم نبود بیای. میتونستی تلفن بزنی سلین، خوشم نمیاد سرزده بیای اینجا. بابا جون من، باور کن من نیومدم اینجا در مورد فضیلت خانم حرف بزنم. باشه، میدونم سرزده اومدم، اما یه خبر خیلی بزرگ به خودم آوردم. من حاملم. داری بابا بزرگ میشی. آخه این چه وضعیه؟ یکی باید جواب بده دیگه. نمیشه اینطوری که. تا کی بعد اینجا وایسی؟ بابا اینا هیچی حالیشون نیست. مگه شماها کار زندگی ندارین؟ برین دنبال کار زندگیتون. آه شماها چه آدمای بی ملاحظه‌ای هستین. این همه باهاتون حرف زدیم، هنوز وایسادین اینجا؟ لابد میخواین جا بندازین همینجا هم بخوابین. زبون آدمیزاد سرتون نمیشه. برین پیکارتون. زنی چرا راحت اینجا معطل شدن؟ نمیشنوین چی میگیم؟ گوش ندارین یا کردین؟ خدا به همتون عقل و شعور بده. آخه اگه عقل داشتین وسط زمستون اینجا وای نمیسادین. خیال رفتنم ندارن، بیکارا، معلوم نیست برای چی اینجا. منتظر چی هستین ای خدا؟ یکی دوتا هم که نیستن، هزار نفرن. کار و زندگی ندارن، اومدن دم در خونه این مردم. خدای خودت منو ببخش خدایا. فضیلت خانم لطفا در باز کنید. فضیلت خانم چرا این باز نمیشه؟ پاسخگو باشید. فقط به چند تا از فضیلت خانم فضیلت خانم ای بابا در باز نمیکنه. فضیلت خانم چرا تو این محیط داره زندگی میکنه؟ نمیدونم چطور میتونه تحمل کنه. خستم کردی؟ جوابم به ما نداد. جونمو به لبم رسوندین، دیوونم کردین. وقتی حرفالیتون نمیشه باید اینجور باهاتون برخورد کنم. زود باشین، زود باشین. خستم کردین. چه طرز برخورده؟ من چی خانم این چه حرکتیه؟ شما ها ندارم بریم. شما باید جواب بدین، باید چیزی بگین. چه اتفاقی افتاده؟ من هیچی ندارم که به شما ها بگم. من هیچی ندارم. شخصیت شما بعیده. من خوشم نمیاد دم خونه من وایسید. برین گمشین، مگر نه زنگ میزنم به پلیس. اینجا محلم، اینجا زندگی میکنم. خب چه چه مقصد به من نگاه نکن. خب شو زود باش، برو دور بینو. خب شو خب شو ببینم. بس پسرم، اینجا محل زندگی مردمه. بریم به یه کار زنگ بزنیم. بس کنیم زنگ بزنیم. بریم ببینم ای بس کنیم. بریم ببینم ای بس کنیم. بریم خدا روزتون جای دیگه ای بده. من دلم نمیخواد معروف شم. بریم از اونایی که میخواد معروف شن فیلم بگیرین. من معمولیم، عادی. اینجا محله خودمه. دیگه نمیخوام شما ها رو اینجا ببینم. بریم گمشی. الان پلیس میاد. بیا بشین. از دیروز سالا هزار بار بهت زنگ زدم، گوشی تو نگاه نمی کنی؟ قضیه دیروز به کجا کشید؟ دیروزو میگم که دنبال اجاره رفتی. یاسین نمیخوای حرف بزنی؟ اوس ها، من دارم بابا میشم پسر. سلین حامل است. وقتی من دارم بابا میشم،
یعنی هرچی مربوط به گذشته است تموم میشه. تموم میشه. چی بگم پسر؟ هرچی خیره، هرچی خیر باشه همون میشه. نگفتم دیگه این برا پیداتون نشه، بزنم دوربینتون رو داغون. میتونم بیام تو؟ خبرها رو خوندی؟ دیدی؟ اگه 5 دقیقه زودتر رسیده بودی با چشای خودت تک تکشون هم میتونستی ببینی. آخ بگذاریم. چی میخوای؟ گرسنت نیست؟ غذا درست کنم؟ چیزی میل داری؟ آره چای بیارم؟ نیومدم اینجا غذا بخورم. آره خب شوهرت خیلی عصبانی شد. تا کی میخوای ادامه بدی؟ چی و تا کی میخوام ادامه بدم؟ تا کی میخوای وانمود کنی هیچ نقشی تو خبرهای روزنامه نداری و از این مسئله ناراحتی؟ مامان من خوب میدونم چی کار میخوای بکنی. هم من هم کاظم خیلی خوب میدونیم تو مغزت چی میگذره. فکر نمی کردم اینجوری بشی. آره خب توقع نداشتم از خوشحالی بال در بیاری، اما فکر میکردم حداقل احساساتی بشی بابا. اما اشتباه میکردم. اون زن آنچنان دیوار محکمی بینمون کشیده که حتی نوه‌دا شدنت هم واسه خوشحالی نمیاره. اگه حرفات تموم شده بتونی بری سلین. فقط همین بابا؟ به دخترت، به دختر حاملت فقط همینا رو داری بگی؟ انتظار داری چی بگم؟ هرچی باید میگفتم گفتم. مبارک باشه، زیر سایه پدر مادر بزرگ بشه. همه چی گفتم، دیگه چی میخوای بگم؟ نمیخوام حرفای خاص بزنی بهم. نمیخوام. میخوام دوباره در حقم پدری کنی. تو اسلحه گذاشتی رو سر شوهرم بابا. من اینو فراموشش کردم. همه یه اتفاقایی که افتاده بود و بیرون این خونه گذاشتم اومدم تو. همه چی رو فراموش کردم. اومدم بابا، اومدم که دوباره پدر دختر بشیم. اومدم دوباره واسم پدری کنی. میخوای دوباره بابات بشم؟ آره. برای اینکه در حقت پدری کنم چه توقعی ازم داری؟ انتظار داری چی کار کنم؟ حالا روز منو نمیبینی بابا؟ وضعیت دخترتو نمیبینی ها؟ نمیبینی از زندگی تو اون محله به چه حال و روزی افتادم؟ هر روز حالم از روز قبل بدتر و بدتر میشه. یه روز احساس خوشحالی تو اون خونه ندارم بابا. اینو درک نمیکنی؟ حوصله اون زن و دخترشو ندارم. منو اذیتم میکنن. انگار دارن منو تبدیل به یه آدم دیگه میکنن. من نمیتونم تحمل کنم بابا جون. میدونم خیلی ازم عصبانی هستی. من و تو، پدر و دختر، همدیگر رو خیلی رنجوندیم. اما دیگه وقتشو تمومش کنیم ها. من نمیتونم تو اون محل مادر بشم. من تو اون خونه نمیتونم بچه به دنیا بیارم بابا جون. من تو اون خونه نمیتونم زندگی کنم. باید قبل از ازدواجت فکر اینا رو میکردی. نمیشنوی چی میگم بابا؟ متوجه نیستی چه چیزایی دارم بهت میگم؟ نمیشنوی دختره چی میگه بابا آخه؟ فقط با یه حرکت داره این خونه برود باز میشه، چه با بچه چه بی بچه. تا زمانی که زن اون پسر باشی، دختر من نیستی. ایجه قسم میخورم که من به خبرنگاره هیچی نگفتم.
همونطوری که اون تابلو رو از دیوار نیاوردم پایین. خبرنگارا را من خبر نکردم دخترم. هنوز داری دروغ میگی مامان؟ با اینکه میدونی دروغاتو باور نمیکنم همین جوری داری انکار میکنی. ببین اگه بدونم یه ساعت دیگه میمیرم و از این دنیا میرم، بازم همین حرفا رو تکرار میکنم و همین چیزا رو میگم. میگم من نکردم، چون من نکردم. اگه کاری کرده باشم میگم کردم. دروغ که نمیخوام بگم، میگم کردم. حتی اگر تو باور نکنی بازم بهت میگم این کار نکردم من. اما میدونم کاری کیه. اونی که تابلو رو برد پایین خبرنگارم اون خبر کرد. اون دختری مونارنجی عنکبوت، اون این کار کرده. آره خوب، یاسمین خیلی دلش میخواد تو برگردی ویلا، چون دلش برات تنگ شده داره این کارا رو انجام میده تا زودتر برگردی بیای. من نمیدونم این بازی‌ها رو برای چی درآورده و چرا داره این کارا رو میکنه، اما اینو میدونم که فقط خدا و شیطان از کارهایی که کرده سر در میارن. دخترم خدایا، بس که گفتم زبونم مو داره وردم و بازم باید بگم. اگه لازم باشه هزار بار دیگه هم باید تکرار کنم. این زن دوست تو نیست عزیزم. هدف این زن توی دخترم. مثلا داره به من ضربه میزنه، اما هدف نهاییش توی اجه. ببین من نیومدم اینجا که پشت سر یاسمین حرف بزنیم مامان. من اومدم اینجا التماست کنم از این کارا دست برداری. دیگه تحمل ندارم به خدا. مامان چرا نمیخوای بفهمی؟ از دست کاری که کردی خسته شدم. باشه باشه، گریه نکن دخترم. ولم کن. آروم باشه. ولم کن. بس کن دیگه فضیلت خانم، بس کن. من دیگه خیلی خسته شدم. خسته شدم بس که به خاطر آبرو ریزیایی که کردی جلوی مردم و خونواده و این و اون کوچیک شدم مامان. آخه برای چی نمیخوای بفهمی؟ خسته شدم بس که به خاطر مامانم خجالت کشیدم. ببین حاضریم هرچی میخوای بهت بدیم، هرچی که بخوای. خونه میخوای؟ ببینم سندشم به نام خودت. پول میخوای؟ هرچی میخوای، دلار یورو هرچی که فکرشو بکنی مامان. یادته اون شب داشتی به خاطر دخترت با کاظم معامله میکردی؟ منم الان دارم باهات معامله میکنم مامان. بگو چقدر بدم دست از سرمون بر میداری؟ چقدر میخوای که دست از سر دخترت برداری؟ بگو. من الان میرم. دیگه یه کاری نکن مجبور بشم دوباره بیام اینجا این حرفا رو بهت بزنم. فکراتو بکن ببین چقدر میخوای، بعد به ما خبر بده. دلش برات نسود، به عشقات توجهی نکرد، تو هم نباید توجه کنی، نباید دلت بسوزه. Thank you.
خوبه خزان، عالیه. خیلی خب، آخری جستم بگی؟ یه لحظه بایستا، اینو بده من. جست آخر با من. خزان خانمو ببین، لبخندش از ته دله، مثل این که آشتی کردن. همیشه به زور باید میخندوندیمش، حالا از خنده دهنش بسته نمیشه. خیلی عالی شد. یکم بیشتر، یکم بیشتر، یکم بیشتر، یکم بیشتر. تموم شد. آخرین شست، آخرین عکس. تموم شد. رابطه‌مون روز اول کار تموم شد. اما روز آخر دوباره شروع شد. جوری مردم زشته. خیلی خوب باشه، نترس، عشق خجالتی من. آقا سینان، ببخشید که مزاحم شدم. نه مزاحم نشدی، برای چی مزاحم بشی؟ ما که کاری نمی کردیم. گوشم با توه، بگو. آقا یابوز یه مهمونی شام ترتیب دادن. عالیه، داداشم هم صدا کنین شروع کنین. چیزه، خود آقا یابوز رفتن. وقتی سوار ماشین می شدن دیدمشون، زنگ زدم گفت که میره استانبول. به عنوان خانواده ایگمن ازتون میخوام نسبت به این خبر حساسیت بیشتری به خرج بدین و هرچه سریعتر اصلاحش کنین. بله دقیقا همینطوره. حتما بنویسین که اون خانم خودش دلش خواسته اونجا زندگی بکنه و کسی مجبورش نکرده. صحبت دیگه ای نداریم بکنیم. ممنون. خیلی خوب جمعش کردی. ولکن یاسم، اینطور خدا. حتی وقتی میگم اون زن عوضی از خانوادمونه خیلی به انفشار میاد. بس دیگه این بحثو تمومش کنین. امشب در مورد اون زن حرف نزنین. دست درد نکنه. این چیه؟ این داروی چیه؟
ویتامینات همیشه همراهتن؟ یعنی تو تا این حد حساسی؟ حالا اون چیه؟ قطره آهنه؟ آره، قطره آهنه برای بچه است. بدینش به من. مواظب باش نزدیک بود بشکنی. واقعا که همچین بابایی نباشه بهتره. روزنامه ها باید اول بیان بنویسن این پدر با دخترش چیکار کرده که به این حال روز افتاده. مامان حرف بی خود نزن. دیگه نمیتونم بابای خودم رو بشناسم. انگار یه آدم غریبه جلوم وایساده. همش تقصیر اون دختر است. خدا میدونه چجوری پرش کرده که اینجوری با هم دشمن شده. من میرم هوا بخورم. آره تو برو هوا بخور. این برادراتم اصلا معرفت ندارن به خدا. نباید بیان در بزنن ببینن حال خواهرشون چطوره. نباید ببینن اصلا مرده است یا زنده. داداشم، آره داداشم به هم کلی پول داده بود. چطور یادم رفت آخه؟ من اینجا $1000 پول داشتم، یادم همینجا گذاشته بودم. کجاست؟ شما ورش داشتین؟ شما از کیف من پول برداشتین؟ از توی کیف من؟ بله، پول پوله دیگه عزیزم. منم مادرتم. آدم تو خانواده کاسش رو سوا نمی کنه. باشه باشه، سعی می کنم آروم باشم. خیلی خوب، الان کیفم رو میدم به شما. هر پولی برداشتین میذارین سر جاش. منم فرض می کنم همچین اتفاقی نیفتاده. منو ببین سلین خانم، به جای اون $1000 یه لیوان آب خنک برمیداری قرقره می کنی و تموم. تو کار مامان شکریتم دیگه دخالت نمی کنی. یکم به خودتون بیان، این کارتون دزدیه. ببین منو، حرف گنده تر از دهنت نزن. یا اون پولو گذاشتم یه گوی. اون پول پول بیکاری پسر بیچارمه، تلافی کارایی که بابات کرده، قسمت و روزی نومه. نمیذارم همینجوری ورداری ببری حل و حرومش کنی دختر جون. اگه یاسین بفهمه. خب بذار بفهمه، دست به کار شو دیگه. تو چشمای من نگاه کن، آتیش من هیچ شباهتی به پسرم نداره. آتیش من تو نسوزونتت ولت نمی کنه. خدا ازت نگذره، خدا ازت نگذره. اینم از اتاق خواب. بیا منظرارم که دیگه میدونی بهش عادت داری. خلاصه به اندازه واحد داداشت بزرگ نیست، اما برای من کافیه. تو چت شده؟ گفتی داداشت خزان دار و ندارشو گذاشت بیخبر رفت، اما برای جشن آخر کار نموند. فکرش خیلی به هم ریخته. برای چی؟ به خاطر کار؟ تو به من میگی دیوونه؟ آره در اصل دیوونه واقعی داداشمه. بحثایی که با بابام کرده بود و اصرار داشت عکاسی خارج از شهر باشه، برای این بوده که ما رو به هم برسونه، برای این که ما رو تو اون خونه حبس کنه. یه لحظه، یعنی چی؟ من سردر نمیارم. یعنی میشد که عکس برداری نهایی خارج از شهر نباشه و هزینه‌ها کمتر بشه؟ یعنی یاووس پروژه به این بزرگی و همه دار و ندارشو به خاطر ما انداخت تو ریسک. شوخی میکنی؟ اما این یاووس همینه خزان. خب ما هم باید حتما یه کاری بکنیم، باید یه کمکی بهش بکنیم دیگه سینان. من که حتما باید یه کاری بکنم. منم هستم، یعنی هر کاری لازم باشه. نمیدونم چی کار میتونم بکنم، اما منم هستم. با هم ردیفش میکنیم خزان، با کمک هم ردیفش میکنیم. ای
بابا فضیلت زیر پام علف سبز شد. در رو باز کن بیام ببینمت، نگرانت شدم. تو که خونه ای، چراغت هم روشنه، چرا باز نمی کنی؟ ای بابا. داداش داداش دستت در نکنه، خیلی ازت ممنونم. نه اوز من نمیام، هیچی پول ندارم، کجا پاشم بیام آخه؟ خوش بگذره، قربونت، خدافظ. یاسین برو یه کلید ساز بردار بیار، بده پسرم. چی شده خاله بهنام؟ فضیلت تو خونه است، چراغش هم روشنه، هر چی در میزنم درو باز میکنه، تک و تنهاست، اگه بیفته یه چیزیش بشه هیچ کس خبردار نمیشه. برو یه کلید ساز بردار بیار پسرم. منو بی خیال شو خاله، خودت یه کاری بکن باشه. فقط یه کلید ساز بیار، برو پسرم، برو دیگه. بعد میاد یقه منو میگیره که برای چی این کارو کردی و همچین حقی نداشتی. حالا حوصله ندارم به خدا. بعدش همین که چیزیش نمیشه، تا ما رو نکشه هیچیش نمیشه. میگم من اصرار کردم، گفتم درو باز کنیم، بدو برو بیار، بدو قربونت برم. خاله از همینجا نگاه میکردی؟ از پنجرم نگاه کردم، هیچی ندیدم، چراغام روشنه. ای خدا، ای بابا، بذار اون بر نگاه کنم. برو کنار، بیهوش شدی. برو شده؟ کنار، برو کنار بایست. خاک عالم به سرم، ای خدا کمک کن، ای وای خدا. فضیلت چه بلایی سرت اومده فضیلت؟ فضیلت زنگ بزن آمبولانس خاله بهناز، زنگ بزن. بابا میدونم دوست نداری حرف بزنی، اما وکیلم همینو گفت، فضیلت خانومم باید یه توضیحاتی بده. خانواده ما نباید این زنو زیاد جدی بگیره، نباید بهش قدرت بدیم. شما نظری در این مورد ندارین اجه خانوم؟ مثلا داریم در مورد مادرتون حرف میزنیم، قاعدتا باید نظر بدین. گفتم یادآوری کنم، هرچی لازم بود به مادرم گفتم، بهش گفتم هرچی بخواد بهش میدیم. خوبه، آره خب بدیم، هرچی میخواد بهش بدیم. گفت هیچی نمیخواد. اجه نمیخوای جواب بدی؟ کیه زنگ میزنه اجه؟ چیزه، خاله بهنازه، یکی از همسایه های قدیمی مونه. اینطور که پیداست مادرت واسطه فرستاده. نمیخوام، دوست ندارم جواب بدم. Thank you.
نمیدن. هر چی زنگ میزنم انگار نه انگار. یکیشون قطع کرد، اون یکی هم جواب نداد. نگاشون کن، نمیگن یه جواب بدیم ببینیم چی شده. بله دیگه، دخترای خودش گوشی و جواب نمیدن، اما پسر من با جون و دل کمک میکنه. ساکت باش، تو دخالت نکن. آخ فضیلت، چی کار کردی تو دخترم؟